وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. در عهد عتیق قوم خدا که مشتاق او بودن میباید تمام شریعتی که موسی به آنان داده بود را انجام دهند تا مورد رضایت خدا قرار بگیرند برای رسیدن به هدف مقدس خلقت. اما امروز ما ایمانداران به فیض خدای پدر به توسط خون عیسی مسیح از محکومیت گناه آزاد شده ایم. انجیل مسیح ما را تشویق میکند تا در وفاداری به خدا و کلام او و پوری روح القدس در مسیر حکمت و اراده خدا نسبت به خودمون و خانوادمون و خلق خدا نیز بتوانیم پایدار باشیم و در متعهد بودن به کلیسای مسیح برای رشد ایمان و همچنین خدمت بشارت مصمم باشیم تا عهدداری خیش را به مسیح ثابت کنیم. در مزمور 25 ده نویسنده اعلام میکنه همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادت او را نگاه می‌دارن. بنابراین ایمان به مسیح برای ما مسئولیت همکاری با خدا را می‌آورد تا در آن دقیق و کوشا باشیم. نویسنده نامه عبرانیان نیز 2:2-4 رو براتون می‌خونم، این گونه اعلام می‌کنه: به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم تا مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم روبرو می شود. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه می توانیم از مجازات آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقت را برای ما تصدیق و تأیید کردند. در ضمن خدا با نشانه ها و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آن را تصدیق فرمود. از این رو می باید در گسترش ملکوت خداوند برای نجات جانها نیز وفادار بایستیم تا نام مسیح را بر اون هدف مقدس خدا نیز جلال بدیم.